حتما و سلامتی بزرگتر نعمتی است که ما داریم و باید همیشه شکرگزار این نعمت باشیم. بخش دکتر خود باشید امروز است که تقدیمتان میشه و امروز جناب دکتر صاحب شعیب شعبان متخصص داخل عمومی در برنامه با ما هستند و موضوعی که امروز انتخاب کردیم تا در رابطه همراه با دکتر صاحب صحبت داشته باشیم و معلوماتی را به شما ارائه کنیم در رابطه با خونبینی هست و دلایل آن. خب همان طوری که خونبینی شدن در فصل‌های مختلف دلایل خاص خودش را داره و همچنان شاید بعضی اوقات خونه بینی شدن اه، اه، یعنی نشانه ظاهری یک بیماری باشه ما میخوایم در رابطه صحبت های بیشتر داشته باشیم با جناب دکتر صاحب و شما هم میتونید که بیننده ای بخش باشید و معلوماتی را در رابطه با موضوع امروزی برنامه به دست بیارید جناب دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدید صحبتتان تشکر به نام خدا سلام تقدیم شما و همچنان سلام تقدیم می کنم خدمت هموطنان عزیز ما امیدوار هستم که جور سلامت زنده باشید دکتر سایب خب در نخست میخوایم بدانم که دلایل عمده ای که سبب خونه بینی شدن ما میشه چه در فصل خب در فصل تابستان بسیاری برای باور هستن که شاید گرم، گرمی زیاد و یا هم قرار گرفتن ما سر ما زیر نور آفتاب باعث میشه که تا ما خون بینی شود. تا چه اندازه ای باور درست است و در کنار میخوایم بدانم که در فصل سرما چه عواملی باعث میشه که افراد دچار خونه بینی شوند بسیار خوب خون بینی اصطلاحا بر شما اپیستاکسیس میگیم یعنی اصطلاحی تیبیش به نام اپیستاکسیس هست یعنی آمدن خون از مجرای انف یا از مجرای بینی ایره ما برش خون بینی میگیم هر زمانی که با وجود بیایه و هر زمانی که خون, خون, از مجرای انف یا از یک سوراخ یا از هر دو سراخ بیایه ایره برش خون بینی میگیم خب چیزی که بسیار بر ما مهم است ای است که میتونه تمام سنین را مصاب کنه یعنی میتونه کودکان کاهلان و حتی موسن اینا تماما یک بار خون بینی را تجربه کنند و یک گبر باید یادآور شوم که خون بینی مرض نیست و فقط یک نشانه از مرض هست یعنی یک عرص هست و میتونه در تمام فصل های سال اتفاق بفته بیشتر در فصل گرما و در فصل سرما هست و اگر ما بار بار تجربه کردیم اگر این خونی بینی مقدارش کم باشه و ندرتا یک بار الا دو بار اتفاق بفته اینها معمولی هست هیچ کدام مشکل وجود نداره نظر به تغییر اتمسفر هوا و نظر به تنظیم درجه حرارت و نظر به خود معافیت شخص گای اوقات انسان خونی بینی میشه و این خونی بینی بدون گذاشتن هیچ کدام اختلاط دوباره خوب میشه و بند میشه اما اگر این خونی بینی بار بار اتفاق بفته و مقدار خونی بینی زیاد باشه این طبیعتا بر ما هم اذیت زا هست و هم حتما یک دلیل عمده کلینیکی و یک دلیل عمده از بیماره ها را داره که باید ما دنبال دریافت اسباب عمدهش باشیم خب همچنان که شما ذکر کردین اگر سر اسبابی صحبت کنیم ما خونی بینی ها را در مجموع اگر به خاطر درست تفهیم کردن به سه بخش اسبابش تقسیم میکنیم یعنی سه علت عمده میتونه به وجود به خاطر به وجود آمدن خونی بینی مؤثر باشه یک اسباب موضعی یا ناحیوی است یعنی از نامش معلوم است اسبابی که فقط مربوط به خود ناحیه انف هست. یا مربوط به خود ناحیه بینی هست اسباب دوم اسباب عمومی هست یا جنرال و در قسمت اخیر اسباب آدیوپاتیک که دو دانشمندان تا تا امروز اسباب خونی بینی را ناشناخته دانسته گفته بعضی از اسباب بعضی از خون ریزی ها حتی ما نتونستیم اسباب شده تا هنوز معلوم کنیم که چه علت باعث میشه که یک شخص دوچار خونی بینی میشه در قسمت اسباب موضعیش باید یادآور شوم ترزیزات یکی از اسباب عمده است که باعث ایجاد خون ریزی ها میشه ببینین ما اگر برای بسیار بسارحت میگم بعضی از دوستا عادت به دارن اطفال نازنین که با خاراندن ناخنهایشان و با با ناخن خودشان میخورانند سوراخ های بینی را و باعث صدمه در بینی میشه کی باعث خونریزی میشه خب ترزیزات خون بینی یک شخص تصادم میکنه با تس... چه تصادفات ترافیکی باشه چه سقوط از ارتفاع باشه هر چیزی که باشه باعث کسور انف و باعث خونریزی ها میشه و بعضی از دوستا عادت دارن که بیش از حد با شدت می بینی خود را که افشاندن به شدت و با سرعت اینا هم یکی از دلایل عمده به وجود آمدن خون, خون خونی بینی ها به شکل موضعی است و همچنان عدسه های بسیار شدید و محکم اینا هم میتوند دلایل عمدی اسباب موضعی خونی بینی باشه و همچنان که بطور انتانات که به طور عموم انتانات به شکل هات و مزمن اگر به شکل هات و آجل را یادآور شیم یک از انتانات مثل سینوزوید یا التحاب سینوس ها اینا هم به طولان مدت میتوند باعث ایجاد خونی بینی شود و التحابات مزمن یعنی هر هر که بتونه ارچق تولید کنه و این ارچق و این زخمی که با التیام پیدا کرده و بس و دوباره به ارچق تبدیل شده و این ارچق میتونه باعث ایجاد خون خونی بینی شود و دلیل بسیار عمده موضعی دیگر ببینین داخل کردن یعنی هر نوع داخل کردن اجسام اجنبی به داخل انفس ما این بار بار تجربه کردیم که مخصوصا اطفال نازنین هر اجسام اجنبی که در در دست دسترسشان هست اجسامی که با اونا ساتری یا بازی میکنن اینها را در داخل انف خود داخل میکنن در داخل بینی خود داخل میکنن که اینا هم بسیار خطرناک است نه تنها که باعث ایجاد خونریزی ها میشه حتی باعث بندش انف میشه که اینا بسیار خطرناک و یک واقع بسیار عاجل است و گپی دیگه یکی است ما میگیم وسایل یکی هیا یکی هم غیر هیا اجسام هیه میتونه باعث ایجاد خونریزی در, در انف ما شود ما بار بار تجربه کردیم که حشرات مختلف مثل مگس ها مثل حشرات مختلف مرچه و غیره اینا میتونه با داخل انف داخل شود و باعث تخریبات جدار انف شود و در نتیجه باعث ایجاد خونریزی شود خب دکتر صاحب اگر بخوایم که مشخصا بیایم در رابطه با فصل زمستان خونبینی شدن در فصل زمستان صحبت کنیم میشه برام بگید که عامل بینی شدن در فصل زمستان چه چون ما میدانیم که یک تا افراد هستن که شکایت که در فصل مثلا بینی خشک میشه و همچنان دچار خونه بینی میشن عاملش چه است عمدتا اگر ما سر سبب صحبت کنیم یا عاملش و تو عامل خاص که برش بگیم پیدا کرده باشیم در فصل زمستان نیست یعنی نمیگیم که اینی علت حتما در فصل زمستان یک شخص مصاب به خونی بینی میشه اما یک سلسله دلایل وجود داره که ما میتونیم برش قانع کننده باشه یکی از او دلایل ببینین برش میگیم رینایتیس یا الرژیک رینایتیس یا حساسیت فصلی خب این حساسیت فصلی در مجموع باعث میشه که حلق و انف و بینی یک سلسله دچار خشکیت ها شود و این خشکیت ها در حقیقت صدمه میزنه به جدار انف و الاستیکیت انف از بین میبره امو لزوجناک و خاصیت لزوجناک و مرتوبی که انف داره زمانی که از دست بره شخص به طول مدت ممکن با یک افشاندن بسیار کوچک ممکن با یک هوای سردی که اینا استشمام میکنه و اینا یک خونی بینی را تجربه کنه اما زیاد دلایل عمدی در, در فصل زمستان نیست اما دلایل عمدی که برتان گفتم این دلایل кی مربوط موضعی باشه к مربوط عمومی خب чون هر سر اسباب یا دлیل آمаده میخواهиم یادآوаر شوم که اسبابи عمومи خونبینиها چ هست دр قиسمаتи اسباب ع تکالیف قلبی ریوی یعنی کسایی که دارای تکالیف قلبی هستند فشار خونشان بالا هست اینا میتونه خونی بینی را تجربه کنه در اثر تسلب شریان ها در اثر بندش و حتی در اثر از بین رفتن الاستیکیت شریان ها یک شخص میتونه خونی بینی شود و همچنان بعض اوقات در دوران حاملگی افراد و اشخاص میتونه خونی بینی را تجربه کنه یه از دلایل عمومیش است و افراد و اشخاصی که دو, دو چاره امراض کبدی هستند یعنی یک مشکل در کبدشان داره یا سیروزی روز کبدی است یا کبدشان آب جمع شده و یا هم ز... هپاتایتس یا امو زردی ها را اینا دارن یا ویروسی در مجموع اینا هم میتونه خونی بینی تجربه کنه و کسایی که دارای امراض کلیوی هستند و نفریت کلیوی و همچنان که اشخاص و افرادی که دارای یک کمخونی هست از جمله مهمترین کمخونی را ما برای داور شیم که کمخونی اپلا پلاستیک هست که مغز و نمیتونه خونی کافی را تولید کنه هیموگلوبین تولید کرده نمیتونه که شخص به طول مدت دوچاره خونی, خونی, بینی ها میشه و این خونی بینی ها بر ما شما اعراض و مختلف میتونه خب داشت اصابی یک که در زنیم ایجاد شده و میخواییم بپرسومی است که آیا رنگ خونی بینی هم میتونه نشان دهند کدام بیماری باشه؟ مثلا اگر رنگش تیره باشه یا رنگش روشن باشه؟ آه دقیقا آه ما تا در علایم کلینیکی میتونیم از رنگ خونی بینی تشخیص بدیم خب بعض اوقات معمولا انسان ها یا ما و شما خونی بینی میشیم اما رنگ شفاف و شفاف داره زیاد غلیظ نیست اما بعض اوقات میبینیم که توان با این خونی بینی ما خونی بینی جهنده است یک حالت جهش را به خود میگیره و همچنان رنگش تاریک و مکدر هست بعض اوقات لخته ای هم هست خونی بینی دقیقا امی که لخته است یعنی غلیستر و مکدر هست اینا نشانه ای است که این خونریزی حتی حتی از قسمت های مختلف دماغ به وجود آمده یعنی یک صدمه یا یک ضربه به دماغ وارد شده یک شخص افتیده از ارتفاعات بلند و یا هم یک تصادم مستقیم با دماغ و سیستم سینیس یا سیستم عصب مرکزی وارد شده که ای این خون بینی ها ممکن از سیستم عصب مرکزی آمده و تا که سیستم ما میفهمیم زمانی که تا خون می خارج میشه یک سلسله مسیر رسپری میکنه و این مسیرهای سینوس توی که از قسمت انف خارج شوه رنگ مکدر را به خود گرفته و حتی ممکن توام با انتانات باشه که اگر یک شخص مصاب ما قبلا گفتیم با سینوزوئید باشه با انتان یک جای خارج میشه و رنگش کاملا تاریک و سیاه و مکدر حتی لخته 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 هست بل. خب دکتر صاحب میشه برام بگید که خون بینی شدن تا چه اندازه میتونه خطرناک باشه و چه زمانی میتونه خطرناک باشه و میتونه نشانه یک بیماری خطرناک باشه برای خب در مجموع گفتم میتونیم خونی بینه ها را اگر ما از قسمت کلینیکی تقسیم کنیم یکی آنتریور هست یعنی قدام یکی آن پاسیریور یعنی خلف است یعنی اوی در خونی بینی هایی که از قسمت قدام یا اینا خونی بینی میشه اکثرا ما بر ما معلوم دار هست که این خونی بینی از طرف از طریق سوراخ های بینی به طرف قدام خارج میشه به طرف بیرون خارج میشه و دف میشه اما بعضی وقتا هست که خونریزی ها از طرف خلف ایجاد میشه و زمان ما میفهم که از طرف خلف با مجرای حلق و دهن و همچنان با گوش ارتباط داره زمانی که از طرف از طرف خلف این خون بینی ها ایجاد شوه این ممکن به طرف حلق و به طرف سیستم تنفسی ما بره و حتی باعث بندش و حتی باعث ایجاد چرک و قی و خون در قسمت دستگاه تنفسی و در دهن ما, در دهن ما باشه که بر ما یک مشکل, مشکل ساز هست و ولی از نظر مقدار ما شما میفهمیم که اگر مقدار کمی خوندیزی یک نفر دفع کنه هیچ کدام مشکل نیست ام. طبیعی است نظر به تغییر آب و هوا نظر به تغییر درجه حرارت حتی نظر به تغییر عادت یک شخص فرق میکنه اما زمانی است که یک شخص بیش از حد خون دفع میکنه و زمانی که بیش از حد خون دفع کنه ما میفهمیم یک شخص به طرف عدم خون میره یعنی به طرف کم خونی میره و این کم خونی اعراض و علائم شخص میته ممکن شخص سردردی را احساس کنه خستگی احساس کنه کسالت باشه حتی باعث دردای استخوان دردای مفاصل باشه اما خطرناکتر از او حالتی است که مادران حامله دوچار کم خونی میشه خونی بینی میشه در پهلوی از اینکه از طریق کانال ولادت اینا خون زایی میکنه و ما میفهمیم که اناس یا طبقه ایناس اکثرا از طریق مختلف اینا خون دف میکنه یکی از طریق ها من سیادت ماهوار هست و در پهلوی از اگر خونی بینی شوند و مقدار زیادی از خون را دفع کنند ما میفهمیم که خطرناک است حتی باعث عدم کفایه کلیه عدم کفایه قلب میشه و قلب حتی به نارسایی ها یا کانجستیو هیل مواجه میشه شخص فشار خونشان پایان میاد داون میشه و حتی ممکن اگر خون ریزیش بشه حد باشه به طرف شاک بره و ما میفهمیم که شاک یک حالت بسیار خطرناک است و اگر شاک را ما تداوی نکنیم یعنی شخص به طرف کوما میره و اگر کوما را ما تداوی نکنیم شخص دا یا فوت میکنه بله. خب دکتر صاحب اگر خب یک تا بیننده عزیز هستن شاید هم یک نوع بیننده برنامه باشن و در فصل زمستان هم دچار خونه بینی خب در فصل زمستان ما باید چه کنیم که یعنی کدام نکات و موارد در نظر بگیریم و تا یا هم های پیشگیریش چه هست ما خون بینی ناشیم. بسیار خوب فقط به خاطر اهتمامات گرفتن از این ما فقط چند نکته رو میخوایم یادآور شوم ای است که یکی از اون نکات ما باید مخصوصا در فصل گرما از حساسیت های فصلی یا از رینیت های فصلی باید خودداری کنیم ما میفهم اوای سرد طبیعتاً بالای سیستم تنفسی و بالای انف ما کاملا تاثیر مضر داره پس مخصوصا اطفال و دوستایی که حساسیت بیش از حد دارن در مقابل هوای سرد باید از ماسک ها استفاده کنه یعنی <applause> از تماس مستقیم هوای سرد با سیستم تنفسی و انف باید جلوگیری شود تا از خشکیت ها و از حساسیت های انفی جلوگیری شود یک نکته نکته دیگه که بسیار وجود داره ما میفهمیم که بدن ما شما در طول روز مخصوصاً در در فصل زمستان با یک مقدار انرژی خوبی ضرورت داره ما باید با گرفتن مایات گرم و رژیم غذای متعادل اینها را فراهم کنیم تا و فاکتورهای تاثیری خون و, و عوامل داخلی و وظایف داخلی بدن ما شما به شکل نرمال انجام شود و زمان ما شما گفتم یک از دلایل عمده به وجود آمدن خونی بینی تکالیف ما شما است تکالیفی که به وجود می امراضی که به وجود می اونا است اگر ما خود را و بدن خود را محافظ کنیم از امراض از بوجود وجود آمدن امراض مختلف ما میتونیم تا یک حد را خودداری کنیم از خونی بینی ها اما خونی بینی ها معمول هست یعنی بعض اوقات اتفاق میفته در فصل گرما یا سرما ما چی کار کرده میتونیم تا یک حد داره، تا یک حد تا های اولیه کرده باشیم <applause> خب ما میفهمیم که اگر خون دماغ از قسمت قدام باشه یا از قسمت پیش رو باشه اکثرا با گرفتن یا با فشار دادن انگشتان شست یا انگشت اشاره بالای امو قسمت با پنج دقیقه ما میتونیم خون بینی کاملا توقف بدیم و این حالتی است که ما برای یک شخص اویه هایش کاملا قائم میگیریم و اویاهایش بسته میکنیم تا یک شخص از خون بینی بشه صد و یک نکته و نکته دیگه که وجود داره ما میتونیم بر شخص کمپرس های گرم و سرد را تطبیق کنیم یعنی کمپرس های یعنی مو توکر به اصطلاح بر عام گفته میتونیم اگر یک شخص ممکن با سردی ها خوب درست وازو کانستراکشن او یا بتا یا او تقلص کنه و ممکن با با گرم یا کمپرس های گرم اینا در مجموع بر ما شما مفید است که در خانه انجام داده میتونیم اما یک زمان است که خونی بینی ها از خانه یا یک واقع عاجل است ما در خانه نمیتونیم کنیم. خونی کنیم خون بینی توقف نمیکنه ما باید هر چاجل به یک مرکز تشخیص یا به یک مرکز صحی اونجا چی کنیم مراجعه کنیم و در اونجا بر ما میتونه بسیار از عمرات ضروری را انجام بده مثلا خونی ما را متوازن کنه اگر خون ضرورت باشه بر ما خون تطبیق میکنه اگر اکسیژن ضرورت باشه اکسیژن تطبیق میکنه اگر انتان مداخله کرده باشه میکروب مداخله کرده باشه انتان برش ما برش آنتی برش میتیم در مجموعه میتونیم شخصا نجات بده تشکر بسیار دکتر سبا در برنامه و معلومات خوب مفید تان بخیر باشین سلامتی دارم خب این هم بود بخش دکتر خود باشید امروزی که تقدیمتان شد امیده هستم که از این بخش و دیدن این بخش معلومات کافی رو به دست آورده باشید و برای مفید واقع شده باشه حال یک وقفه کوتاه و در ادامه برنامه گلبانگ همچنان ادامه دارم